بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ای ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ای از بنیاد آینه گفتار پنجم جستجو از حال مردم در این گفتار به کوتاهی سخن رانده می شود از دیگرگونی که در جنبش آزادی خواهی پس از نه ماه از آغاز آن پدید آمده بود و از حال برخی روزنامه ها. دیگرگونی که در جنبش آزادی خواهی رخ داد. چنان که گفته ایم از آغاز داده شدن مشروطه تا نه ماه کما بیش از آن یک دوره ویژه ای می بود که ما داستان آن دوره را در بخش یکم به پایان رسانده ایم زیرا در آن نه ماه یک جنبش مشروطه همگانی شمرده می شد و چنان که نوشته ایم گذشته از شهرها در بسیاری از ده ها نیز مردم جنبیده شور و خروش از خود نشان میدادند. دو، ملایان مشروطه ای را رواج شریعت دانسته و در همه جا با مردم همدستی می نمودند. به گفته یکی خانی را که درچیده می شد از بحر خود می پنداشتند و یاوری به درچیدنش می کردند. و سه دشمنان مشروطه جز درباریان نمی بودند و آنان به دشمنی آشکار گستاخی نمی نمودند. محمد علی میرزا نیز در کارشکنی پافشاری بسیار نشان نمیداد. لیکن پس از آن دوره که با سروزیری عطابک پایان پذیرفت از یک سو جنبش دهها که بسیار سرسری می بود فرو نشست و شهرهای کوچک نیز خاموش گردیدند تنها در شهرهای بزرگ که در هر یکی انجمنی می بود نام مشروطه برده میشد. شد. و در اینها نیز همچنان چند گونگی بدانسان که در بخش یکم باز نموده ایم نمایان می بود. از مشهد و همدان و زنجان و مراقب و سبزوار و این گونه شهرها آوازی شنیده نمی شد. از کرمانشاه و شیراز و اردبیل و ارومی بیش از همه آواز آشوب بر می خواست. اسپخان همچنان به نمایش و روی کاری بس می کرد. تنها تبریز و خوی و تهران و رشت و قزوین می بود که مشروط خواهی در آنجا ریشه دوانیده و کوشش هایی به کار می رفت. از یک سو هم ملایان به فریب خوردن خود پی برده این دانستند که مشروط رواج شریعت نیست و آن خان نه برای آنان درچیده می شود. و از این رو انبوهی از آنان که به امید سود با جنبش همراهی کرده بودند خود را به کنار کشیدند و حاجی شیخ فضل الله و همدستان او در تهران به دشمنی آشکار نیز برخواستند. از سوی دیگر اتابک سروزیر گردیده از روی یک نقشه ای پافشارانه با مجلس به نبرد برخواست و از اینجا ایستادگی دربار در برابر مجلس رویه دیگری به خود گرفت. اینهاست هاست آنهایی که مشروطه کوچک را از داده شدن فرمان مشروطه تا بمباران مجلس به دو دوره جداگانه بخشیده نه ماه نخست آن را از چهارده ماه بازمانده جدا میگرداند. در این دوره دوم مجلس نیز ارج خود را از دست داد زیرا آن شور آغاز جنبش در نمایندگان فرو نشسته و از این سوی چون گفتگو از قانون و شریعت به میان می آمد، بیشتر اینان یا از راه دلبستگی به کیش و یا از روی مردم فریبی هواداری از شریعت می نمودند. گذشته از این که بسیاری در نهان با عطابک بستگی می داشتند و هوای او را نگه می داشتند. کارهاشان آنها بود که یکایک یک نوشته ایم. در هر پیش آمدی ناشایستی از خود نشان میدادند و در برابر دربار زبون در می آمدند. و چون تبریز به فریادشان رسیده از گرفتاری رهاشان میگردانید باز ناشایستی از سر میگرفتند خودشان کاری نمیکردند و کارهای دیگران را نیز بینتیجه میگذاردند بیخردانه تر از همه آن شیوه ای می بود که برای خود برگزیده و همی خواستند که هیچگاه به جنگ و خون ریزی نزدیک نشوند و تنها با زبان پند و اندرز دشمنان را رام گردانند و این بود همیشه فریب می و چنان که دیدیم کار به جایی رسید که از رحیم خان بی سواد نیز فریب خوردند راستی آن است که بیشتر این نمایندگان گرفتار اندیشه های قلندرانه و مغزهاشان آکنده از شعرهای صوفیان و خراباتیان و دیگران می بود و از چونین کسانی شورش خواهی بر نیامدی. آن شاینده نمایندگی در یک مجلس که می بایست رشته جنبش و شورش یک کشوری را به دست گیرد نمی بودند. اگر در میانشان چند تنی جوان و خونگرم پیدا میشد، اینا نیز هر کدام پابند دیگری می داشتند. به ناشایستی مجلس یکم، گواه همین بس که نتوانست و یا نخواست در تهران و دیگر شهرها نیز جوانان را به مشق سربازی وادارد. بارها گفتگو رفت و روزنامه ها گفتار نوشتند و از نجف فتوا آمد. لیکن همه اینان بیهوده گردید این کار تنها در تبریز پیش رفت و شگفت است که مجلس به آن نیز خورسندی نشان نمیداد. در تهران مردم نیز پیروی از نمایندگان کرده یگان کوششی که پیش گرفته بودند انجمن ساختن و در پیشامدها هیاهوی و شور و خروش برخواستن بود. چنان که خواهیم دید در روزهای آخر شماره انجمنهای تهران به 180 رسیده بود. نیک اندیشید که در یک شهر 180 انجمن چه معنی تواند داد؟ به جای آنکه همگیشان یک انجمن باشند و آنگاه به آمادگی هایی کوشند، هر گروهی برای خود انجمنی می ساختند و از کوشش هیاهوی بس میکردند. شگفتتر این بود که پس از پیش آمد میدان توپخانه که در نتیجه شاهکار انجمن ایالتی تبریز محمد علی میرزا در زبونی آمد و به دستگیری سنی حضرت و دیگران گردن گذارد و آنان را دستگیر کردند و کیفر دادند و سپس نیز به کشندگان فریدون زردشتی و به سید محمد یزدی و برخی دیگر کیفر داده شد انجمنهای تهرانی اینها را میوه کوشش های خود پنداشتند. و خود را فیروز شمارده گردن افراشتند و سپس که در پیش آمد گرفتاری بمبندازان باز در برابر دربار بالا افراشته در اینجا سخن خود را پیش بردند به یک بار فریب خورده آن دست بندی های پوشالی خود را یک نیرویی به شمار آوردند و نازش و بالش بیشتر کردند. در روزنامه ها ستایش از انجمن ها می رفت و نمایندگان مجلس فیروزی های اینان را به شهرها با تلگراف آگاهی می فرستادند. کار به جایی رسید که در تبریز هم کسانی به انجمن سازی برخواستند و چند انجمنی به نام های اتحاد، قدرت، مشورت، مساوات، حقیقت و مانند اینها برپا گردید. نقیخان رشید الملک که از فرمان روایی اردبیل برداشته شده بود به تبریز آمده در اینجا سر به میان مشروط خواهان درآورده انجمنی به نام هشمت برپا گردانید و چون سپس همین نقیخان را در لشکر عین الدوله عبدالمجید میرزا در میان دشمنان مشروطه خواهیم دید از اینجا پیداست که این انجمنها بیش از همه دستاویزی در دست سودجویان می بود. چنان که در تهران نیز علی خان ارشد و دوله که سپس او را هم یکی از افزارهای بزرگ کار محمد علی میرزا خواهیم دید رئیس انجمن مرکزی می بود و خود به همه انجمنها سروری می داشت. در جایی که یک کسی با یک انجمن ساختن و یا در یک انجمن نام نویساندن از شمار آزادی خواهان رفتی و در همه جا نوازش و مهربانی دیدی و هر سودی که خواستی به دست آوردی چرا نبایستی رشید الملک و ارشد و دوله و رحیم خان و حاجی میرزا حسن و دیگران مشروط خواهی ننمایند و کار خود را از پیش نبرند؟ در جایی که آزادی خواهان برای فریب خوردن آماده می ایستادند، چرا بایستی اینان از فریب دادن خودداری نمایند؟ اینان از یک سو با دربار بستگی می داشتند و از یک سو با آزادی خواهان آمیزش و همدستی می نمودند. بلکه در روزهای آخر کسانی از نمایندگان مجلس نیز همین رفتار را می کردند. چون از کارهای محمد علی میرزا این دریافته بودند که به یک تاختنی بر سر مجلس خواهد برخواست، هر یکی از راه دیگری بستگی با دربار پدید می آورد و چنان که خواهیم دید همین نمایندگان در خرد خودکامگی در تهران ماندند و زیانی به آنان نرسید. نمایندگان آذربایجان که با آن پیمان و سوگند از تبریز روانه گردیده و با آن شکوه و پذیرایی به تهران رسیده بودند، برخی از آنان نیز نامردی از خود می نمودند. یکی آن است که چند روز پیش از بمباران مجلس به نام مرخصی روانه تبریز گردید و راستی را از تهران گریخت و چون به تبریز رسید، با آنکه این شهر ایستادگی می نمود، نماینده در اینجا نیز نایستاد و همراه چند تن تفنگچی خود را به جلفا انداخت و از آنجا روانه قفقاز و استانبول و اروپا گردید. آن دیگری خود را افزار کار بیگانگان گردانیده جز با دستور فلان سفارت کار نمی کرد. آن دیگری نهانی با دربار راه می داشت. یکی دیگر را میگویند که با چادر زنانه خود را به دربار انداخته با محمد علی میرزا دیدار کرد و با اون نهش نهاد این هاست نمونه هایی از نامردی های نمایندگان یکی دیگر از نمایندگان تبریز میرزا آقا اسپهانی می بود که تبریزیان فریبش را خوردند و با پذیرایی ها نگاهش داشته سپس نیز به نمایندگی به مجلس فرستادند. لیکن کمی نگذشت که دانسته شد در ماکو از اقبال السلطنه پولی گرفته و از این سو چون به تهران رسید در تهران با دربار بستگی یافت و به زبانها افتاد که محمد علی میرزا را به برانداختن مجلس دلیرتر میگرداند کار رسوایی این مرد به جایی رسید که در روزنامه پول گرفتنش را نوشتند و شعر چاپلوسانه ای که در ستایش عرف و دوله سروده بود به چاپ رسانیدند و سرانجام انجمن ایالتی تلگرافی به دار و فرستاده از نمایندگی او از سوی آذربایجان بیزاری نشان داد. روزنامه ها چنان که نوشته ایم در ماه نخست جنبش مشروطه یک رشته روزنامه هایی در تهران و دیگر جاها پدید آمد که بنیاد گزاران آنها تنها این می که روزنامه ای در دست دارند و دانسته های خود را بیرون ریزند و این است در گفتارها که می بیشتر به حدیث و فلسفه و شعر و اصول و اینگونه چیزها می پرداختند. و هر یکی از آنان مشروطه را با دانشهای خود در میامیخته و بدانسان که میخواست معنی میکرد. این روزنامه ها که نامهای بسیاری از آنها را شمرده این تا دوره دوم می بودند و هر یکی چند ماهی پراکنده شده از میان می رفتند. در این دوره هم کسی یا کسانی پیدا نشدند که معنی درست مشروطه را به مردم بفهمانند و یک چیزهای سودمندی در آن باره بنویسند. روزنامه های مجلس و حبل المتین و سور اسرافیل و روح القدس و تمدن و ندای وطن در تهران و انجمن در تبریز که از دور نخست یا اندکی پس از آن آغاز شده بودند همچنان پیش می رفتند. و تا نزدیکی های بمباران چاپ می آفدند. گذشته از آنها در تهران روزنامه مساوات و در تبریز مجاهد و اتحاد و حشرات الارض بیرون آمدند. مساوات را سید محمد رضای شیرازی می نوشت و او چنان که می شناسیم یک مرد بیباک و خیره سری می بود و در نوشتن این روزنامه نیز بیباکی و خیره سری بسیاری از خود می نمود. این نیز همچون مدیر روح القدس شاخ به شاخ محمد علی میرزا انداخته زور به تند نویسی میزد. چنان که در یکی از شماره های روزنامه خود داستان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و گریختن او از پاریس و سرگذشتش را نوشت و در پایان آن روی سخن را به محمد علی میرزا گردانیده به گفته های بیمامیزی پرداخت. بلکه از جمله های ریشخند آمیز نیز باز نایستاده چنین نوشت مگر تصور می شود که بعد از این ایرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و دزدان را بی مکافات آسوده گذارد نه والله نه بالله هر کس این خیال و تصور باطل را در خاطر مقدس پادشاه ما القا نماید به جمیع انبیا و اولیا و ارواح مقدسه دنیا سوگند و به روح عدالت و حقیقت مساوات قسم است که خیانت سریح به مقام سلطنت نموده و اگر این قسمها را باور بدارند به ایران پرستی شابشال و به دانش امیر بهادر و به پاکدامنی سعد و دوله و به دیانت اقبال و دوله و به اسمت و افت آصف افخم و به رحم و مروت زفر و سلطنه و به غیرت و اسمت قوام و دوله و به خلق نازنین حاجب و دوله قدیم و به رساله عملیه حجت الاسلام آقا میرزا مصطفى و به نیکنامی و تقوای مجتهد تبریزی و به ارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتووت قسم یاد می این نمونه ای از نوشته های اوست، در شماره 21 روزنامه اش گفتار درازی زیر عنوان شاه در چه حال است نوشته باز سخنان تند و زشتی دریغ نگفت و چون محمد علی میرزا از عدلیه دادخواهی کرد و از دادگاه سید محمد رضا را خواستند او نرفت و در یک شماره از روزنامه خود سراپا ریشخند به دادگاه نوشت شماره 22 که با دستور مجلس یا دولت باز داشته شد. و به این بس نکرده به یک کار بسیار زشتری برخواست و آن این که یک چلوار بزرگی به نام استشهادنامه آماده گردانید که در آن گواهی مردم را درباره بدکار بودن ام مادر محمد علی میرزا خواستار گردید. و آن را به دست یکی داده به بازار فرستاد که مردم آگاهی خود را نویسند و مهر کنند و بدین سان به یک کار سراپا رسوایی برخاست. این در روزهایی بود که محمد علی میرزا و ملک المتکلمین نیز در منبرها هر گونه بدگویی می کردند. بها الواعزین بالای منبر محمد علی میرزا را پسر ام الخاقان می نامید. اما روزنامه های تبریز چنان که نوشته ایم مجاهد را ابو زیا می نوشت که با آن سرگذشت دوچار آمد و روزنامه نیز از میان رفت. اتحاد را انجمن اتحاد بنیاد گذارد که از نیمه های اسفند 1286 بیرون آمد. در تبریز چون با دوچی جنگ رفت و سامان شهر به هم خورد، تا دو ماه کمابیش روزنامه ای از سوی آزادی بیرون نمی آمد و تنها روزنامه تبریز ملا عمومی بود که از سوی اسلامیه نوشته میشد و بدین سان می گذشت تا انجمن اتحاد این روزنامه را بنیاد گذارده بیرون داد و پس از چند روزی هم انجمن باز بیرون آمد و تا زمان جنگ و آشوب هر دو پایدار می بود. حشرات الارز را حاجی میرزا آقا بلوری بنیاد گذارده. این نیز نگاردار و شوخیامیز می بود و به پیروی از ملا نصر الدین گفتارهایش از زبان قفار وکیل که یک دیوانه بازارگرد بنامی در تبریز می بود نوشته می شد. این روزنامه از نیمه دوم اردی بهشت 1287 آغاز کرد و تا زمان جنگ و آشوب بیش از ده و اند شماره بیرون نیامد. در تبریز در این دوره برخی روزنامه هایی نیز به ترکی بیرون آمد ولی هر کدام بیش از چند شماره نپایید. کسانی می گفتند چون تبریزیان ترک زبانند اگر روزنامه ها به ترکی باشد بهتر فهمند و آنگاه یکی که می دیگران نیز گوش دهند ولی آزمایش وارونه آن را نشان داد و روزنامه های ترکی پیش نرفت به نامترین این روزنامه ها آنادیلی بود که سید حسین خان مدیر ادالت در چند صفحه کوچک می نوشت. روزنامه ملاعمو را هم گفته ایم که به ترکی نوشته میشد درباره دبستانها در آذربایجان همان کوشش و پروا که باز نموده ایم برپا می بود به ویژه در تبریز که به دبستانها تا می توانستند ارج گذاردند و از دادن پول برای پیشرفت آنها باز نمی ایستادند سران آزادی در تبریز به دو چیز بیش از همه ارج گذاردند، یکی دبستانها و شاگردان آنها و دیگری مجاهدان و دستبندیهای ایشان و این هر دو سودمند و بجا می بود پایان بخش دوم ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ای ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه از بنیاد آینه